با خداوند بخشنده مهربان و بارد سلام و درود بی پایان خدمت شما بینندگان گرامی من مشریف شریفی هستم و در خدمت شما ایزان قرار دارم با برنامه بزنگان موضوعی که در این هفته بان پرداخته ایم انتخابات یاست جمهوری افغانستان و پیامدهای آن بر زندگی مردم افغانستان از لحاظ اجتماعی اقتصادی فرهنگی هست از آنجایی که ما شاهد برگزار انتخابات یاست جمهوری افغانستان در حدود چهار ماه قبل بودیم منتها متاسفانه تا فعل حال نتایج انتخابات معلوم نشده است و معلوم نیست که انتخابات افغانستان به کجا خواهد انجامید از طرف ما پروسه صلح افغانستان رو هم داریم آیا در واقع صلح افغانستان بر روند اعلان نتایج انتخابات افغانستان تاثیر تاثیر گذاشته یا اینکه خیر موضوعاتی هست که امشب با مهمانان منحرک آقای فضل احمد زاکی و استاد دانشگاه و آقای محمد انور متین فعال سیاسی به بحث خواهیم گرفت آقای زاکری من با سوال اول انتخابات افغانستان خب ما شاید این بودیم که برگزار شد در دوره قبلی هم انتخابات برگزار شد نتایج بسیار دیر آمد شد و در نهایت ما دیدیم که حکومت در واقع به نام وحدت ملی بین دو تیم به وجود اومد حال اگر بیایم که مقایسه داشته باشیم انتخابات دوره قبلی با همین انتخابات که الان برگزار شده چه تشابهات اینها با یکدیگر دارند آیا باز هم برایند این انتخابات یک حکومتی به مانند حکومت وحدت ملی خواهد بود یا اینکه نه بسم الله الرحمن الرحیم زمین سلام خدمت شما و همه بینندگان محترم تلویزیون چکات uh, بعد از بکنیم که مشروعیت دولت ها طبیعتا برگرفته از آرای مردم باید باشه بله. و آرای مردم باید پاک و شفاف به صندوق ها رخت متاسفانه ما در دور قبل انتخابات هم دیدیم که uh, بگو های بر سر موضوعات انتخابات به وجود آمد و حقیقت امر هر روزم کتمان است بله. هیچ کس تا امروز نمیدانه که سرنوشت انتخابات قبلی و آرای مردم کجا شد بله. و چی شد به این ترتیب ما در این دور هم به چنین موضوعی برخوردیم که متاسفانه به نسبت هم عدم صداقت دولت مردان و هم بعضی زدبنده های سیاسی چی داخلی و چی خارجی انتخابات هر دو دور زیر سوال رفته و به واقعیت مشروعیت دولت رحم هم زیر سوال برده دولت وحدت ملی به لحاظ اصولی قانونی نبوده مشروع نبوده و اگر باز دولت دگی روی کار بیاید و با همین روند که فعلا پیش میره به احتمال زیاد باز در سطح, در سطح بیندنالی ما بیشتر زیر سال خواهد رفتیم و در واقع جفای بزرگ است به حق ملت افغانستان و بله. یقینا تشابه دو به همدگر زیاد است بله. اما با یک تفاوته که او زمان نقش خارجی ها در به وجود آوردن یک وحدت بله. بین دو طرف انتخابات بیشتر بود ولی این بار نقش خارجی ها کمتر است خیلی توجه به امور انتخاباتی افغانستان نداره در واقع انتخابات تحت شعای پروسه صلح افغانستان آمده تقریبا میشه گفت که یکی از عواملی که عدم توجه مجامع بین‌المللی به انتخابات است موضوع صلح هست که صلح خودشم هم هم اثرگذار با برهمی بغل عدم شفافیت انتخابات شکر شما آقای متین با توجه بر که حالا ما بعد از کنفرانس بون های یک نظام جدید شدیم قانون اساسی داشتیم و حداقل امیدها بر این بود که این بار تاکید بیشتری بر مردم سالاری بشه ولی با گذشت سالها باز هم ما میبینیم که هنوز در واقع مردم سالاری در افغانستان اون جایگاهی که بد داشته باشد نداره حمایت های قانونی هست ولی در عمل بینیم که همه چیز فدای مصلحت های سیاسی و زد و بند های درون حکومتی شده با این اصاف آینده ای حکومت افغانستان و آینده مردم افغانستان چه خواهد بود توجه که حالا ما ساختارهای ساختارهای دموکراسی هست تشکر از شما درود و بر شما و بر شنوندگان محترم شما من بی باورستم که کنفرانس اون که امروز ما میبینیم دشواری ها و پیچیدگی هایی که ما در جامعه افغانستان مطالب میکنیم این ریشه در کنفرانسی بون داره کانفرانس بون یک ترکیبی از رهبران و قماندان های که اونا به هیچ صورت نمایندگان بر حق مردم افغانستان نبودن بنا به وضعیت که در جامعه افغانستان اتفاق افتاده بود دنیا در صدد ای بود که خود از شهر گروه های دهشت افغان طالبانی چگونه راه رهایی پیدا بکنند در صدد ای شدن تا یک کنفرانس را به ترکیب از قماندان های جهودی برگزار بکنند به یک حکومت معقد و بعد حکومت انتقالی و بعد حکومت های انتخابی یک پی دیگر زیر فشار و عوامل ملی و بین ملی حکومت ها شکل گرفت چیزی که بسیار مهمه برای پایداری حکومت ها آرا و افگار مردم است آرا و افگار که اصول و قایده بر مبنای اصل دموکراسی ملی و مشارکت وسیع و گسترده <applause> شهروندان و رای به اساس اصل شایستگی میتونه که یک حکومت ملی و دموکراتیک در جامعه از در افغانستان پیروزی بکنه <applause> متاسفانه هنوز ما بنا به ماندگی های دیرپای تاریخی بی مردم سلطه جنگ سالاری و رزم، اینا باعث میشه فقر بیکاری و عمل دیگر باعث ازی شده که مردم نمیتونن که آرای خدا به اساس اصل شایستگی ایره کار بسازن تا از او یک حکومتی باشه که بتانه بخواسته ها و نیازهای مردم متناسب بشه و زمانی که ما در او زندگی میکنیم پاسخ مطلوب داشته باشه ای در واقع نظامی که الان ما داریم پاسخگوی جامعه ما نیست از اونجایی که هنوز مردم ما به توسعه اقتصادی و سیاسی که باید دست پیدا و مفهوم دموکراسی رو بدانن به اون مرحله ما نرسیدیم حالا دموکراسی بحث دموکراسی هم دموکراسی در یک جامعه زمانی میتونه مؤثر و کارا باشه به عنوان یک ارزش بر زندگی شهروندان ما تاثیر گذار باشه که ما تنها در راستای تحقق دموکراسی پایهای حقوقی و قانونی داریم هنوز پایهای های اقتصادی پایه های فرهنگی و اجتماعی دموکراسی در جامعه افغانستان باز هم لرزان است سطح پایین آگاهی و شعور سیاسی مردم عقیب ماندگی در پای فرهنگی اقتصادی و اجتماعی به عنوان یک چالشی است که در فراروی توسعه دموکراسی پایدار در جامعه افغانستان قرار دارد زمان ای دموکراسی میتونه به مفهوم واقعی او محقق شوه که مردم به خاطر پانی یافتن برنج های بیکران و استبداد تاریخی که پیوسته مردم افغانستان تهدید کرده فقط به خاطر راهی از این امر به پای صندوقهای رای بر نه به اساس تعلقات قومی زبانی سمتی مذهبی و گروهی که عمدتا برآمد انتخابات بیشتر ریشه در این عواملی داره که ای اوامل با اصل تجدد و دموکراسی واقعی همخوانی ندارد. تشکر از شما آقای زاکر آقای متین در واقع عرض میکنن که ما درسته که دقل ساختار دموکراسی رو داریم ولی این نظام در واقع برخواست از های شما اقتصادی جامعه ما نیست الان این اینه که انتخابات افغانستان به نحوی به بنبست سیده حاصل همین تعامل هست به نحوی که ما یک پایه دموکراسی رو داریم ولی هنوز مردم ما به اون در واقع توسعه سیاسی لازم دست پیدا نکردن و از لحاظ اقتصادی هم به اون مرحله نیستن که تفکیک بین خوب بد کنم در واقع مؤلفه که مردم بر بابل ها رای می دهند و حیث قومی سمتی مذهبی و اینها هست خب آیا واقعا مشکل در این هست که انتخابات افغانستان به بنبست رسیده یا که نه چیزی دیگری هم بر علاوه بحث صلح در اینجا مطرح است طبیعتا بعد ما قبل از اینکه بحث انتخابات ای دوره و دوره قبل بررسی کنیم ما به که در واقع پیش نیاز داریم که یک موارد از قبل برسه بوده افغانستان از سالیان سال دوشار یک سرکردگی و آشفتگی عجیب در تمام احسان هست بح بح در یعنی در واقع ایزا معتقد شما هستون که برای اینکه ما دست بده کنیم به این مفهوم که در واقع یا نظام ما مبتنی بر همون در واقع بافت با ها و های تاریخی و کهن ما هست بعد ما بیم به گذشته برگردیم یعنی به یک نحوی یک پیش زمینه داشته باشیم تا اینکه بتوانیم که مقایسه کنیم که بین نظامی که الان ما داریم و این انتخابات چه رابطه منطقی میتونه که وجود داشته باشه با حکومت وحدت ملی یعنی چه عواملی در واقع دست به دست هم دیگر داده که ما شاهد این ام بودیم که حکومتی تحت نام حکومت وحدت ملی به وجود این در واقع از صحبت شما این گونه برمی آید که هنوز باید ما بیاییم برای ساختن یک نظام گام های دیگری را برداریم و تا اینکه ما به این مرحله برسیم که شاهد حکومتهایی های نباشه که این حکومت ها به نحوی بدون از رأی و آرای مردم به وجود آمد یقینا کاملا صحبت شما صحبت منطقی و اصولی است و ما باید برای به وجود، اگر هدف ما دموکراسی است چون حال بس سر دموکراسی است و انتخابات زائده همین دموکراسی هست اگر حرف ما این است که ما باید یک دموکراسی سالم و مناسب و در شان یک ملت داشته باشیم اول اینکه ما باید یک ملت بسازیم آیا پروسی ملت سازی در افغانستان انجام شده به یقین نه و ما بحران های امروز در کشور خود میبینیم بحران اقتصادی داریم بحران فرهنگی داریم و حتی هویت ما هویت ملی ما امروز قربانی هویت قومی، هویت قوم. منطقی، هویت مذهبی شده. ما حتی یک فرد شما در کشور نمی بینیم پیدا کردن یه در جهان او بگه فرض کنیم ما چینی نیستم، ما کره نیستم، ما فلان نیستم چون هویت ملی با هویت قومی فرق داره. ولی شما می بینیم در فرانسه متاسفانه افراد و اشخاص وجود داره. به نسبت نه که در جامعه وجود بوجود آمده میگه من افغان نیستم در حالی که افغان هویت ملی ماست نه هویت قومی ها حالا طور برخورد شده طور دودستگی و شکاف های اجتماعی در بین جامعه ایجاد شده که ما هویت ملی خود هم قربان قربانی همو هویت های قومی و منطقه خود کردیم من. بنان اگر ما میخواهیم به یک دموکراسی سالم رسیم باید اول زمینه های بوجود آمدن یک دموکراسی را فراهم بسازیم ما باید جلو شکاف های اجتماعی که در بین جامعه افغانی به وجود آمده باید اینها را از میان برداریم و اجازه ندیم که این شکاف ها به یک گسست تبدیل شده و اگر گسست به وجود آمد باز دیگه امکان حتی یک اجماع در بین افغان ها حتی مثلا برگزاری یک لوی جرگی اصولی و قانونی در افغانستان ممکن نخواهد بود بنان قبل از اینکه ما حرف از بزنیم که ما باید دموکراسی سالم داشته باشیم انتخابات شفاف داشته باشیم رفتن به طرف... یک،, یک ملت و یک جامعه ای که قابل قبول برای جامعه جهانی باشه باید اول این بحرانایی که سر را ما برداریم و ما به هویت ملی خود بپیوندیم ما به سرود ملی خود احترام بگذاریم ما به دولتی که از طرف مردم انتخاب میشه باید دولت باشه که واقعا از طرف مردم انتخاب شده باشه و به دولت احترام بگذاریم در غیر از دموکراسی که فقط به زبان ها گفته شود و روی کاغذ ها نوشته شود یقینا نتیجه بخش نخواهد بود تشکر از آقای متین آقای زکی در واقع های خیلی خوبی داشتن در واقع بعد ما بعضی از مباحث رو حل کنیم و سپس شاهری این ام باشیم که انتخابات ما براین رزو چیز مطلوبی برای همه مردم باشه حالا در همین مدت که 18 ساله که ما در همین نظام رو داشتیم چه کارهایی واقعا صورت گرفته که ما به معنای واقعی حاول و محور ملت شدن و جمع بشیم و حائز یک هویت بشیم و این شکافی که آقای زاکری عرض کردن برای مردم ما حل بشه در صحنه عمل چیزی که خیلی واضح و روشن است که قبل از وضعیت موجود در جامعه افغانستان افغانستان با حکومت‌های تنظیمی، گروهی، جهادی و ادامه امو جبر و جور طالبانی بود که بر سرنوشت مقدرات مردم افغانستان جز استبداد و سوی استفاده از ارزش ها و باورهای دینی مردم دستاورد دیگری نداشتند. با وجود که اقداماتی را که حکومت تا اکنون ده سال انجام داده پاسخگوی نیازمندی ها و خواسته های مردم افغانستان نیست ولی به عنوان یک واقعیت اینی باید بپذیریم که حکومت موجود گام های وسیع و استواری را متناسب به شرایط وضعیت موجود و ادامه جنگ تعمیلی یا بهتر بگویم جنگ نوبتی باز هم در زیر های جامعه افغانستان تغییرات به وجود آمده جادها و سرک های اساسی بازسازی شده میدان های هوایی گسترش پیدا کرده ترانسپورت زمینی ترانسپورت هوایی مدیریت آبها توسعه شبکه‌های برق و عمدتا توسعه دموکراسی آزادی بیان و فعالیت گسترده رسانه‌ها که نقش مهمی را در معارف بشری جامعه افغانستان انجام داده از اهمیت مهمی برخوردار است دو دقیقه قبل از امروز حتی یک دختر به مکتب و به پانتون حضور نداشت این گروه های مکتب سوز، فرهنگ سوز، زد ترقی و پیشرفت زیر نام جهاد و دین بر گرده مردم افغانستان تعمیل شده بودن ولی امروز ما میبینیم که میلیون ها پسر و دختر به مکتب میروند و معارف یک جنبش وسیع سرتاسری داره تبدیل میشه توسعه پانتون ها مکاتب مکاتب خصوصی پانتون ها و معصاد تحصیلات عالی خصوصی این همه دست آورده است که باید نه تنها که اینا حفظ شد باید برای استمرار پایدار از نو. کار بیشتری ما باید انجام بده در این همه که شما عرصه که حالا بحث فساد دا داری در افغانستان بله. بگه بسیار اساسی است و در این حال گاهند خود حکومت هم در واقع متهم بر این شده که به مباحث قومی مباحث هم که به دامن میزنه از بافت همین تکت های انتخاباتی در انتخابات جمهوری افغانستان هم تبیتا میبینیم که رئ... رئیس جمهور کسی کاندید بمونه سر جمهوری از یک قوم معاون از قوم دیگر و معاون دوم هم از قوم دیگری تا چی بودن در واقع همین کسانی که خود را سردمدار مباحث سیاسی افغانستان میدونن دامن زدن به شکاف ها و به این اختلافات عمدتاً گروه ها و علاقات به اختلافات قومی مذهبی در درون جامعه افغانستان امروز دامن میزنند که اونا درست اونا کسانی هستند که یا منافی خود در دست دارند یا تلاش دارند منافی جدیدی را به دست بیارند هیچ باور به مسالی و منافی ملی و مردم افغانستان دارند شمول تیم حاکم؟ ببینیم که بس نه تنها که بحث تیم حاکم من میخوام بگویم که افغانستان با یک مسلس سیاه رو بروه است اگر یک زول ما مدیران فاسد این فسادی داری زول دیگر مافیای مواد مخدر و زول دیگر زود افغانی و جنگ سالا هستن تا زمانه که ای چالش از فراروی مردم افغانستان برچیده نشه ای تفرقای قومی، زبانی، مذهبی باز هم دامن زده خواهد شد برای اینکه ما بتونیم با این پدیده های که با اصل تجدد و دموکراسی هم نداره قلب حاصل بکنیم جامعه افغانستان مستلزم یک معرفی بشری تا ما باید مردم افغانستان را آگاه و بیدار بسازیم مردمی که آگاه شد مردمی که بیدار شد نه تنها این ای سردمداران استبداد و جنگ سالاری و دهشت افغانی را برمی بلکه یک نظام نوین دموکراتیک و عادلانه را به اساس اصل آرا و, و افکار خود به وجود میارن که بیانگر مدافی منافع مردم افغانستان تشکر از شما آقای که در همین دور که انتخاب سر جمهوری برگزار شد میزان مشارکت مردم بسیار پایین بود حتی پایین تر از انتخابات پارلمانی افغانستان با این که شما عرض کردیم چه رابطه ای هست چه چیز در واقع تاثیر گذار بود بر عدم مشارکت مردم پای صندوق های رای ناباوری مردم میشه اینجا حاکم نه اعتمادی که در واقع بعد به وجود بیومد توسط حکومت و کمیسیون های انتخاباتی به وجود نیومده بود من به صراحت میگم عمل کرد عمل کرد اولین عامل است که میتونه شما نسبت به دولت مداران یا کسانی که به عنوان کاندیدای پست ریاست جمهوری یا پارلمان یا هر جای که کاندید میشه عمل کرد و او فرد در دور قبل اگر می بینیم مردم اشتراک بیشتر کردن دلیلی بود که نسبتاً باور داشتن به با انتخابات باور داشتن به با ای که در افغانستان حکومت به وجود بیایه باور داشتن اما دور فعلی که ما در حال انجام امورات انتخاباتی یا اعلام ما دیگه باورهای مردم از بین رفته و با این باورها نسبت به عمل کرده ماست ما یکی از موارد که گاه از دوستان میشنویم عادت کردیم ما مردم افغانستان که پله ترازور ببینیم همیشه قدرت هر جایی که بوده اکثرا به نفع خود صحبت کرده هیچگاه نشده ما بیایم کسر انتقاد کنیم که قابل انتقاد است کسایر انتقاد میکنیم معمولا کونا رفتند نیستند زمانی که اونا بودند اونا انتقاد نمی شدن. حالا که اونا نیستند باز ما اونا رو انتقاد میکنیم فردا هم باز میایم فعلا رو انتقاد میکنیم بنان ما فکر میکنم که عملکرد دولت وحدت ملی باعث به اعتمادی مردم نسبت به همه شخصیت هایی که کاندیداش بودند در انتخابات بود که مردم حضور کم پیدا کردند و در واقع اگر ما به حقیقت امر توجه کنیم انتخابات در ذات خود در روزای اول خود معلوم بود که شفافیت نداره مشروع نیست رواند مناسب و درست و اصولی خود تعیین میکنه. علت این شما اگر انتخابات در واقع مشروع نبود و روند قانونی خود تعیین نکرده، چه عواملی و فاکتورهای تاثیرگذار بر این بوده که واقعا ما شاهد این وضعیت باشیم؟ م. تیم حاکم به جور دخیل بوده دسته های دیگر دخیل بودن یا یعنی نه جامعه جهانی به تبع از متحد امریکا آمریکا در اینجا زینف و داخل بوده؟ ببینیم جامعه جهانی همیشه طرفدار ازی است که حداقل حداقل همو شعارایی که اونها میدند و چیزهایی که بر افغانستان به گونی ارائه دادند چیزی به نام دموکراسی و یا فرض کنیم آزادی بیان و امثال اینا حداقل اینا رو بدنام نکنه و اینا رو بد جلوه نده یقینا خارجی ها این گونه که عملا در افغانستان دیدیم این گونه نمیخواستن اتفاق بیفته هیچ گونه نمیخواد دموکراسی در فرانسه بدنام شود هیچ گونه نمیخواد مثلا آزادی بیان زیر سوال بره هیچ گونه نمیخواد آزادی فردی مردم نه. از بین بره هیچ گونه نمیخواد برنامه های اقتصادی که خود از طریق بانک جهانی از طریق بانک شاف آسیا یا یا بانک دیگه و یا نهادهای دیگه یا مؤسسات خارجی و نهادهای سیاسی مجاوی و نهادهای عمومی اونها هیچ وقت نمیخوان این زیر سوال بره اما این خود ما هستیم خود ما افغان ها هستیم که توان اجرای درست برنامه هایی که اونا رو میگیریم در کشور خود نداریم زفها در وجود ماست ما وقتی میاییم بحث انتخابات رو به میان میاریم همون طبق فرمید شما چرا بر اساس شایستگی انسانها ها اونا رو انتخاب نمی کنیم؟ چرا به ای باوریم که قطعا باید رئیس جمهور از فلان قوم باشه و معاون از فلان قوم دیگه و معاون دوم از فلان قوم دیگه آیا دور انتخابات قبلی چون اتفاق نفتاد. معاون رئیس جمهور چقدر وقت وظیفه اجرا کرد چرا چنین شخصی اگر لیاقت نداشته چرا آورده معاون ساخته و اگر لیاقت داشت چرا چنین برخورده باید کرده آیا این عمل کرد نمیتونه مردم افغانستان نسبت به سردمداران حکومت بدبین بسازه و اینها عوامل هستند و بسیار از این دست عوامل هستند که اینا ناباوری پیدا کردند و اینها از از جهت توجه کنید در جریان انتخابات پارلمان ما دیدیم که در حالی که لحاظ قانونی کسی حق نداره از حد معین مقدار بیشتر پول مصرف کنه چقدر پول مصرف شد و در جریان انتخابات رس... ریاست جمهوری چقدر پول مصرف شد واقعا اگر ما بیایم بررسی کنیم یک هیئت حقیقت یا بیای بررسی کنیم ما میبینیم که حقیقت این نبوده که انجام شده حقیقت چه زندگی است پشت پرده پنهان است و این پنهان کاری کی کرده میتونه غیر از قدرتمندا آنانی که با. بر اریکی قدرت هستند بله تشکر از شما آقای متین خب حالا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد گرچه حالا قبل از برگزار انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خیلی از تیم‌های تیم انتخاباتی بیشتر تمایل داشتن که برن به پروسه صلح و اولویت برای آمریکا و بعضی از تیم های انتخاباتی صلح بود و نه انتخابات در فرجامین لحظات و دقایقی دیدیم که کلا روی سکه شد و انتخابات افغانستان اولویت آمریکا شد با این اوصاف حالا انتخابات افغانستان هم برگزار شده است مسئول و مسبب این امکانان انتخابات به یک نحوی که به بنبست رسیده است حداقل اگر اظهار نمیکنه کمیسیون انتخابات در عمل میبینه که بودش چهار ماه کدام کار و فعالیت اینها انجام ندادن که بتونن که اون افکار عمومی را که اعتماد که از دست دوباره به دست بیارن مسبب این که هست ببینید الان انتخابات پانی یافته تلقی میشه مهم اینه که حالا نتیجه انتخابات به گونه شفاف واضی و روشن اعلام شود بدون شک تأخیر در اعلام انتخابات بر روند اقتصادی حتی اجتماعی و فرهنگی جامعه افغانستان تبعات منفی داره با وجود که کمیسیون کمیشنرار حکومت انتخاب نکرد اینا همه نمایندگان احزاب یا نمایندگان کاندیدان بودند که در کارزار مبارزات انتخاباتی بعد از دستیابی به ریاست جمهوری به اینا رأی داده بودن ولی حال چیزی که بسیار مهمه به نظر من میلیون ها دلار هزینه شد دیدادی از هموطنان ما قربانی شدند نیروهای دفاعی و امنیتی کشور مبارزات خستگی ناپذیر انجام دادند قربانی های را متحمل شدند حالا بسیار مهم است که نتایج انتخابات باید واضی شفاف و روشن اعلام شد. با این عملکرد کمیسیون این توقع به نظر شما به جا خواهد شد؟ من بی باورم که کمیسیون نباید زیر فشار اربابان قدرت و زیر فشار گروه ها و حلقات منفعت جو با آرا و افکار مردم بازی بکنند. دقیقا اهمیت انتخابات با وجود که حضور مردم از نظر کمی کم رنگ بود اما بازدارندگی این امر از نظر قانون اساسی افغانستان وجود نداره مهم اینه که مردم به پای صندوق های رای رفتن مهم اینه که حال نتیجه شفاف کمیسیون انتخابات اعلام بکنه خب با توجه بر اینکه حالا انتخابات برگزار شده است و از طرف دیگر احتمال برای هست که انتخابات افغانستان به دور دوم بره آیا این توانایی و این ظرفیت موجود هست که ما شاهد برگزاری انتخابات سر جمهوری افغانستان در دور دوم بین دو کاندید پیشتاز باشیم امیدوارم که قطعا چنین آرزوی تحقق پیدا نکنه و اگر انتخابات وارد بشه حتی دوم اگر میشه تغلب در همین انتخابات به ب... وقوع پیوسته باشه خب ما امیدوارم که ما با چنین نتیجه روبرو نشیم مردم افغانستان بیش از این تعمل طولانی شدن این پروسه به هیچ صورت ندارن ولی چیزی که مهمه که اگر نتایج اعلام نشه اگر و انتخابات وارد دور دوم شود دنیا باز هم عطا خود داره و انتخابات به دور دوم باز هم برگزار خواهد شد باز هم مهم برای انتخابات نتاجی شکر شما آقای زاکری بعضی معتقد بر این هستن که در واقع در اینجا آمریکا قسطن در واقع چه وضعیتی رو در افغانستان می‌خواهد تا اینکه زمینه حضور طالبان در حکومت وانده افغانستان هم مساعد باشه به نحوی رابطه برقرار میکنم بین بنبست انتخاب رئیس جمهوری افغانستان و پروسه صلح منتظر هستن ببینن که نتیجه مذاکرات آمریکا با طالبان چه خواهد بود و سپس تکلیف انتخابات افغانستان معلوم بشه میپذیریم ببینید به کل امروز در جهان ای که ما اعلام کنیم صداقت ما در مجامع بینالمللی و بر عمل ما چی هست یا نیست خیلی واقع نیست بیشتر منافع مطرح هست اگر آمریکا اعلام میکنه یا بیان میکنه که ما در افغانستان امنیت میخواهیم صلح میخواهیم اقتصاد بالا میخواهیم دموکراسی میخواهیم ما میخواهیم که در افغانستان آزادی باشه فرض کنیم اما چیزهای خوب بر افغانستان میخوایم اینا چیزایی است که به شعار میگن ولی عملکرد کرد نیست شما این وقتی که طالبان در افغانستان یک حکومت است و قدرت کل سرزمین و جغرافی افغانستان تقریبا 90 درصد زور در دست داره آمریکا تصمیم میگیره در ظرف کمتر از دو هفته اونا رو همه نابود میکنه و از بین میره و اونا افغانستان رو ترک میکنه آیا امروز اگر آمریکا بخواهد نمیتونه گروه های توریستی که در گوشه و کنار و افغانستان وجود داره اینا را از بین ببره یقینا ما به آمریکا قدرت و توان ازیر داره اما این کار انجام نمیده اما انجام نمیده خود منافع ارتباطات آمریکا ما میگم اگر جنگ در افغانستان نباشه در افغانستان امنیت باشه آیا بهانه‌ای برای آمریکا وجود داره در افغانستان بمونه نه و آمریکا یقینا هیچگاه نمیخواد این منطقه را رها کنه چون افغانستان یک منطقه استراتژیک است برای آمریکا شما میفهمید که چین و روسیه رقیبان دیرینه و سرسخت آمریکا هستند و افغانستان در همسایگی اینا قرار داره و هیچگاه آمریکا نمیخواد از این منطقه بیرون بره به نسبت ای که حضور خود در اینجی مسجل بکنه همیشه بهانه‌هایی باید وجود داشته و او بهانه ها همی است که در افغانستان امنیت نیست گروه های تروریستی وجود داره و باید اینا قلقه باشه وقتی سوال میکنیم چرا نمیشه باز دلیل شفاف ارائه نمیکنه نمیتونند پس اعلام کنند وقتی که آقای ترامپ میگه نیروهای نظامی ما قدرتمندترین ارتش دنیا در اختیار ماست یعنی از همه دنیا ما قدرتمندتریم در برابر طالب سر خم میکنه زانو میزنه یک ای با او هم خالی نداره اگر بلاز قدرت باشه قدرت شو داره وقتی میگه چرا از بین نمیبری بازی شطور امو های شطور بپر خب شطور که نمیپره بار ببر مرغ که بار نمیبره آمریکا معمولا این سیاست شطور مرغی در افغانستان گرفته وقتی میگیم این گورار از بین چرا نه برده نمیشه خب میگن که ممکن نیست گروهای توریستی فلان اینا وقتی شعار میدن میگن ما قدرتمندترین ارتش دنیا هستیم به این نسبت ما باورم ایست که آمریکا اداف دراز مدت داره ایران جهت دیگی هست و شما میفهمیم که قدرت های اقتصادی که در این منطقه روش کرده و موضوعاتی که پیمان شانک های هست که اونا خیلی به او توجه دارند و به این باور هستند که اگر زمین مساحت شوه اینا یک قدرت اقتصادی با. هم میشه در منطقه مم. و ممکن آمریکا بشاره با. مشکل حالا میشه. آمریکا در واقع میبینه که با طالبان در حال مذاکره ها هست با. این چه پیامی از یک طرف در واقع شما عرض کردین که آمریکا خواهان تداوم جنگ در افغانستان است و حضور او در افغانستان در واقع یک دلیل یک مبنای داشته باشه که افغانستان با. ناامن هست با. اما اینکه میخوان که طالبان وارد بدنه حکومت افغانستان کنم و و وزمینه صلح برقرار کنم این چه پیامی داره آیا واقعا بینت چه هم میرسه آمریکا یا اگه برسه خب شاید جنگ فروکش در افغانستان ببینید آمریکا تلاش داره که به گونه حضور خود در افغانستان رسمی و اصولی بسازه امروز اگر دولت افغانستان با زور آمریکا موافقت داره تیم مقابل دولت افغانستان اونها مخالف هستند و دارن مقابل آمریکا می جنگند. حالا آمریکا به خاطر بیرون رفت از این وضعیت سعی میکنه که هم دولت افغانستان از جهت زیر فشار بگیره تا اینها با مذاکرات صلح افغانستان با آمریکا موافقت کنه که اصول در واقع از دید دولت افغانستان سول غیر اصولی و غیر قانونی است و کسی حق نداره به حضور دولت افغانستان مذاکرات در بیرون از افغانستان در مورد ملت افغانستان و جغرافیای افغانستان انجام بده دولت جری قبول نداره ولی آمریکا با همین فشارهای امنیتی که این جمعیه به گونه جلوی زنار نمیگیره تا دولت افغانستان مجبور بشه و درک بکنه و بفهمه که بدون حضور آمریکا و بدون حمایت آمریکا دولت دوام نمیاره بنان خوب است که ما همو مذاکرات سال آمریکا رو با طالبان قبول کنیم از جهت دیگه آمریکا میخواهد که طالبار به گونه قانه بسازه که حضور ها در افغانستان بپذیرند این گونه نیست که اونا فقط صلح به وجود بیارن آمریکا طالبان و دولت افغانستان در کنار هم بشانن بعد بگن ای شما و ای کشور شما و خاک ما به باور نیستم و در دنبال حضور دائمی تر در افغانستان است. دنبال حضور دائمی تر تشکر شما آقای متین با صحبت هایی که آقای زاکری داشتن خب آمریکا در اینجا دنبال منافع خودش هست آنچه که حداقل در قالب شعار در بحث دموکراسی بحث انتخابات هست در پشت زمینه در واقع آمریکا هست که منافع دولت خود و مردم خودش را در منطقه تسجیل پیدا کنه و تامین کنه حالا با این اوصاف سردمدار دموکراسی جهان ایالات متحده آمریکا و با کمکی که در واقع افغانستان انجام میده میبینیم که کارهای دو پهلو انجام میده از یک طرف در واقع هم کمک به تقویت دموکراسی و مباحث مردم سالاری میکنه یک طرف دیگر و جنگ افغانستان چون رو رفتن دامن میزد تا حضور از اینجا در واقع مبنای پیدا کنه ببینید حضور امریکا در افغانستان محصول یک جنگ نیابتی است. رب میخوام بدیم به بحث انتخابات. یک جنگ نیابتی است. و آنچه که بر میگرده به گفتگوها میان طالبان و آمریکا به باور یک بازی سیاسی سی و پرتیفی نیست. هیچ امریکا آمریکا با ای گفتگوها به نتیجه که سال پایدار در افغانستان به وجود بیای نخواهد رسید. بدون شغلات متحده آمریکا میلیون پولر صرف انتخابات افغانستان کرد یا بر انتخابات افغانستان هزینه کرد. و همه کشورها بدون استثناء مسئله منافع ملی یک اصل مهم است. امریکا اگر در افغانستان حضور داره یا در منطقه حضور داره در جستجوی حفظ منافع استراتژیک خود است. آمریکا از جمله کشورهای هژمونیزم جهانی است. کشورهای هژمونیزم به خاطر بر دنیا چون این سیاست را در منطقه و در دنیا نه تنها ایالات متحده آمریکا همه کشورهای هژمونیستی چنین سیاست ها و پالیسی های را دنبال میکنند اما بحث صلح افغانستان با این شیوه که اکنون دار امریکا دنبال میکنه به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و انتخابات افغانستان چی؟ انتخابات افغانستان تأکید همه باید بر این امر باشه یک خواست ملیست که نتایج انتخابات باید هرچی سریعتر اعلام شوه. حکومت برخواسته از انتخابات میتونه نیرومندتر، مختدرتر و تر وارد روند گفتگوهای صلح برای مردم افغانستان و کشور جنگ سده اما صلح آمدن صلح به افغانستان راه درازی در پیش داره صلح هم از نظر رفتاری باید اقداماتی را حکومت افغانستان انجام بده هم در سطوح مختلف برای آمدن صلح به افغانستان کار صورت بگیره اول ما فرهنگ سل پروری را حفاظت از سل که به وجود می آید و بالاخره تقویت پرسه صلح و ساختمان صلح اینا عناصری هستند که باید روی از بیشتر در سطح ملی کار صورت بگیره ما هم باید برای صلح در سطح ملی باید کار صورت بگیره هم در سطح منطقه باید فقط برای صلح انجام شود <applause> هم در سطح بین زیر نظارت سازمان ملل متحد تا زمانی که این رفتارها و این سطوی از صلح در یک تلفیق و در تفاهم با حکومت برخواسته از آرا و افکار مردم افغانستان سازمان داده نشود با این برخوردهای تجریدی که منافع این کشور و آن کشور و این گروه و آن گروه را در نظر بگیرند صلح افغانستان بلد. بر نخواهد گشت آنچه که تجربه شده جنگ در افغانستان یا بهتر اگه بگیم که قضیه افغانستان و اطرافیان رای حل نظامی نداره تمام تلاش ها باید برای این امر متمرکز شده که تا ما بتونیم در نتیجه یک تلاش مسالمت آمیز افغانستان از وضعیت موجود وارد یک وضعیت مطلوب بسید دو ابر قدرت یک پی دیگر به افغانستان آمدند و هر ابر با یک جهاد روبرو شد هیچ کدام آنها با جنگ افزار نتانستند که صلح به افغانستان تامین بکنند و باور باید صلح افغانستان صلح منطقه است و باید تلاش صورت بگیره تا ما کشورهای درگیر در قضیه افغانستان بتان حکومت افغانستان اقنا بکنه جامعه جهانی و سازمان ملل حمایت بکنه تا صلح به افغانستان برگرد این گفتگوهای امریکا و طالبان نمیتونه صلح قطعا برای افغانستان برقا. ای در واقع برای شما این هست که اگر ما میخوایم که بر این وضعیت یک نقطه پایان بگذاریم، باید نتایج انتخاب رس جمهوری افغانستان بله. معلوم بشه و ما شاید یک حکومت اینها باشیم. بلد. تشکر از شما. آقای زاکری آیا واقعا اگر نتایج انتخاب رس جمهوری افغانستان معلوم بشه، این مشکلی که الان در افغانستان هست و این در سردرگمی که ما میبینیم حل خواهد شد جایی اینکه نه؟ یقینا <applause> نه. <applause> 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 <تص علنتی که تا امروز حتی خود کسایی که در درون دولت هستند کسایی که مشترکین انتخابات بودند باورمندی به انتخابات ندارند پس وقتی که باورمندی وجود داشته باشه طبیعتا همه انتقاداتی که فعلا موجود است همه انتقادات داد. فرض بر این ما وقتی میگیم نتیجه انتخابات معلوم شد و ما امیدوار هستیم که انتخابات به نتیجه در آیا اگر نتیجه انتخابات علیه آقای غنی باشه آقای غنی میپذیره؟ نه یقینا نه و اگر علیه آقای عبدالله باشه باز هم یک معامله مثل معامله قبلی میکنه تا زمانی که در دور انتخابات قبلی بیاد داریم تا زمانی که دکتر صاحب عبدالله شریک و حکومت نشد به مردم میگفت بیرون شین به خیابانا حمام خون برا بندازیم. جوی خون را بندازیم اما وقتی که او شریک دولت شد چرا سکوت کرد اگر رای برده بود چرا از رای آرای مردم دفاع نکرد و اگر رای نبرده بود چرا به مردم میگفت به خیابان بردیم یقینا امروز دو نفره که کاندیدای برتر در انتخابات هستند که حقیقتا به گونه آدم شرمنده میشه انتخابات بگه چه تعداد مردم شرکت کردند؟ ما دیدیم دو اهمی دو نفر هر دو حاکم هستند بر حکمت فعلا حاکم هستند و هر دو هم ای یکی ای متهم میکنه و ای یکی دیگر پس عمل کرده هر دویشان مردم به شکل تردید وامی دارند وقتی این انتخابات نتیجه مشخص شود، من به سراحت میگم به نفع هر کدام شاید یکی دیگه قبول نمیکنه اگر این انتخابات میره به دور دوم اگر انتخابات میره به دور دوم اولا که خب خیلی راحت است که برای اونایی که خیلی معذرت میخوام یک مسئله میگن میگن فرزند پاشاد پرسان کرد که این مردم چرا داد و فریاد میزنن گفت اینا گرسنه است گفت خب چرا نان نمیخورن گفت که اینا خب نان نیه گفت خب کلچه بخورن ما میگیم با دور بعد انتخابات باز برگزار میکنیم پیسیش از کجا میاره پول از کجا میاره ما شعار میدیم ما میخوایم بپرسم از همه دولت مثلا در مم. یک بخش که ده سال سابقه کار دارم در بخش آب یک پروژه برای دولت در افغانستان نشان بده که در طی ده سال اخیر در طی به خصوص هفت سال یا هشت سال اخیر دیزاین شده باشه برای بیان بگن یک پروژه نشان بدن پروژه المار استاپ است بند شد این زمان حکومت آقای کرزی کار شروع شد اما حال استاپ است پروژه شاور عروس استاپ است پروژه کمالخان استاپ است بند پاشتان هرات استاپ است. کجا برای چرا ما شعار میدیم به چی باور همی مردم باز بیاین پای صندوق های رای و رای بدن در دیگه ارسا هم ما در بس اقتصادی میگیم رشد اقتصادی شما ببینید صد فقر مردم این دزدی که داخل کوچه و خیابون نشه عاملش چی است فقر اقتصادی است چیز دیگه عامل نیست مگر این ملت تهمی ده سال تهمی پنج سال اینا تولد شدن و 20 ساله و 25 ساله و 30 ساله شده اختطافات چی است دلیل بیکاری ها هست اینا عواملی هستند که ما باورمند نیستم که اگر این انتخابات اعلام شود اولا نتیجه درست اعلام شود و بعدا اعلام شوه به نفع یک فرد باشه باز او فرد دیگه قناعت بکنه و باز همو جریان رختن به خیابان ها نباشه و اگر احیانا احیانا به دور انتخابات بره باز این مردم به طرف ب... ب... به چی فقر و بدبختی پس از صبح شما چیم که اگر انتخابات نتیجه اعلان نشه مردم از دقل اصول خاطر هستن این مشکلات و این جنجاله های به نظر ما باید رای حل دیگی غیر از رای حل اعلام نتیجه انتخابات پیدا کنند پس آیا میتونه که در واقع رای حل بعدی صحیم شدن طالبان در یک حکومت مشارکتی باشه یا که نه ببینیم ما میگیم هر افغان از هر جایی که هست اگر واقعا بیایند دور میز مذاکره بشن و به طرف یک صلح همدانی برن گپ خوب است طالب باشه غیر طالب باشه از هر حزب و سازمان و نهاد سیاسی که باشه با هر ایده و مفکوری که باشه باید ما هم دیگر پذیری داشته باشیم و بپذیریم اما اگر چنین چیز در حال حاضر در حال حاضر محقق نمیشه پیشنهاد ما و نظر فکر کنم اکثریت کسایی که در راستا نظریه دادند بگن به وجود آمدن یک حکومت موقت و کنار رفتن نیروهای حاکم بر افغانستان میتونه کارساز باشه و کمک بکنه به اعتماد خاطر بیشتر مردم که باز دوباره یک امیدواری پیدا کنه به یک انتخابات جدید و به شرطی که حکومت بدی که میایه باز مثل حکومت های قبلی اینگونه نباشه کسی که میای حاکم حکومت موقت میشه باز هم هم کاندید رئیس به شرط باشه که او کسایی که در حکومت در سطح ریاست جمهوری وزارت خانه و هر جای که هسته اونا دیگه قطعا در دولت نقشه نداشته باشه شما آقای متی از شما راه برون رفت از این وضعیت چه هست به باور نتایج انتخابات باید اعلام شوه حتی به سمت بحران تازه ما به اینه که نباید ما به طرف بحران جدید بریم اگر بحث حکومت مشارکتی به معنی این نیست که نتایج انتخابات که برخواسته از آرا و افکار مردم افغانستان است او اعلام نشه بحث حکومت موقت چهار حکومت موقت به کمک آیسای پاکستان کشورهای همسایه یک پی دیگر که به افغانستان ساخته شد و صادر شد هیچ کدام به نتیجه مطلوب دست پیدا نکرد پیام هر حکومت موقت جنگ و ویرانی بود و در آخرین حکومت موقت که در زمان استاد ربانی آمد قبل از او مجددی سی و به می ترتیب دو حکومت هم در پاکستان ساخته شد که اینا واقعا نتوانستند که کارا و مؤثر باشن ما نباید تجارب گذشته را تجارب ناکام و شکست خورده را بار دیگر ما تجربه بکنیم اگر بگم با درسی و جنها هم دیگر رو نپذیرن و این جناها چی گونه مردمی هستن چی تعریف از جناها داریم در تمام دنیا سیاستمدارا یک دور دو دور میرن در قدرت یا در اقتدار سیاسی اگر بهتر بگوییم حضور پیدا میکنن بعد از یک یا دو دوره میرن به مقاله نوشته میکنن تحقیق میکنن فعالیت های سازمانی حزبی و فعالیت های فرصت داریم آگاهانه انسانی و بشری در جامعه انجام میدن اینا کسانی هستند که تیم 20 سال اینا یک پیدگر به قدرت بودن و اینا نه تنها که تنها در مورد خود, فکر میکنن هر کدام اینا میخوان بعد از اینکه اینا از قدرت ازل میشن حتما فرزند ازی برادر ازی بیای به قدرت یک گروهی محدود تمرکزگرای سروتن دوز و فاسدی میخواند بر سرنوشت مقدرات مردم همیشه حکومت بکنه اینا شما. نفرین شده ای تاریخی است و مردم افغانستان اینا را نمیپذیرند تشکر شما آقای محمد انور متین فعال سیاسی آقای فضل احمد زاکرین استاد دانشگاهی که برنامه اشراق کردیم و تشکر ویژه از شما ایزان دارن که تا این لحظه با برنامه بزنگاه همراه بودیم صحبت مهمانانمون را پیرامون موضوع برنامه شیرین امید بر آن داریم که این وضعیتی که الان کشور ما رو قرار داره منتج به یک راه حل درست و منطقی باشه تا که نفع تمامی شهروندان ما در رو نافته باشه تا برنامه دیگر همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ و منان می سپاره.